درود بر بینندگان، کاربران، درود بر ملت ایران و آرزوی بهترین ها برای همه انسان ها در سراسر جهان. میهمان عزیزی داریم که بارها باشون صحبت کردیم و این بار میخواییم که یک پرسش اساسی رو با ایشون در میان بگذاریم و شاید پاسخی بشنویم یا نشنویم، خیلی مطمئن نیستم. درود میفرستم به شما آقای محسن سازگارا و پرسش من از شما این است که تردیدی نیست که این حکومت ورشکست شده، در هر زمینه‌ای ورشکست شده، در آستانه فروپاشی قرار داره، ولی هنوز فرو نپاشیده. آقای سازگارا، ملت ایران دیگه چه باید بکنن که بتونن هر چه زودتر به این هدف برسند؟ عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیزتون. معروفه که ایرانی ها 45 سال به هم دیگه میرسن، دو تا سوال دارن، یکی چه خبر، دوم اینا کی میرن. حالا سوال شما سوال دومیه، در واقع اینا کی میرن یا چجوری میرن یا چه اتفاقی باید بیفته یا میفته در کشور. ببینید، برای پاسخ به این سوال، من از منظری که بهش قائل هستم، یعنی مقاومت مدنی، نگاه میکنم به مسئله. یک کتابی آقای جاناتان پینکنی به سفارش مؤسسه ICNC نوشته. ایشون اومده 75 تا جنبش مقاومت مدنی رو بررسی کرده و در کنار زدن دیکتاتورها و اونها رو همه رو در 6 سرفصل دستبندی کرده. البته بیشتر آقای پینکنی در کتابش به نتایج بعدن میپردازه، بعد از این دستبندیش، که از دل هر کدوم از این روش هایی که دیکتاتور کنار زده شده، شانس این که بعدش آیا دموکراسی بیرون بیاد یا یه دیکتاتوری جدید متولد شه یا چه اتفاقی بیفته رو سعی کرده بررسی کنه. حالا به اون قسمت کاری نداریم، ولی به نظرم این 6 روشی که دیکتاتور رو میشه کنار زد بد نیست نگاه کردنش. این 6 تا به طور خلاصه عبار، هر کدوم هم البته مثال های ماهی پینکنی داره در چه کشورهای احتمالا این اتفاق افتاده. این 6 روشی که دیکتاتور کنار زده شده به ترتیب عبارت، یعنی به ترتیب که میگم به معنی تقدم و تأخر نیست، از این قراره ایشون دستبندی کرد. یکی این که از طریق انتخابات، یعنی میرسه به یک جای دیکتاتور تن میده به یک انتخابات آزاد و مخالفین در انتخابات برنده میشن، کنار میده، یا مثل سربستان کنار نمیره ولی مردم همه میان در بلگراد در 3 روز 4 روز آخر جمع میشن، ناچار میشه که کنارش میگذارن. روش دومی این است که دیکتاتور استعفا میده، یعنی مردم اعتراض میکنن، مقاومت مدنی، اعتراض، اعتصاب و روش های دیگه، به خصوص وقتی نیروی سرکوبش بهش پشت میکنن، دیکتاتور هم استعفا میده و میره، مثل بن علی، مثل مبارک در مصر، یا خود محمد رضا شاه در ایران. به هر حال وقتی دید مردم نمیخوانش، اول اومد گفت من صدای انقلابتون رو شنیدم، دیگه این کارا رو نمیکنم، این کارا رو هم میکنم، ولی یه ماه و نیم بعد که تظاهرات تاس و عاشورا، بازم میلیون ها نفر اومدن گفتن نه تو رو نمیخوایم، گفت خیلی خب منو نمیخوایم، خداحافظ، استفاده داد و رفت، یعنی گذاشت و از کشور رفت. اینم یه روشه پیش اومده. مثال روش سوم این است که پای مذاکره میاد، دیکتاتور میشینه، به یه جایی میرسه دیگه زورش نمیرسه سرکوب کنه، کنار بذاره، مخالفین
قبول بکنه صحبت کنه، مثل لهستان مثلا با آقای یاروزلسکی و اتحادیه همبستگی، و تو اون در واقع میپذیره که به رسمیت بشناسه مخالفین رو، و گاهی دو مرحله‌ای سه مرحله‌ای کنار میره. شیلی به نوعی میشه گفت در واقع پینوشه در دو مرحله کناره. روش دیگه حمله خارجیه، یعنی یه ارتش خارجی عمدتاً هم در دنیا امروز شاید امریکا ازش بر بیاد حمله میکنه، مثل عراق، مثل صدام حسین یا طالبان در بار اول، و دیکتاتور فرار میکنه یا کشته میشه یا دستگیر میشه. در لیبی هم جنگ شد اول، ولی بعد این نیروهای غربی بودن که حمله کردن و نهایتاً قذافی به دست مردم کشته شد. روش دیگه این است که مبارزات مردم شدت که میگیره از درون نیروهای مسلح کودتا میشه، یک عده افسر نظامی دست به دست همدیگه میدن و میان با زور اسلحه به اصطلاح قدرت برهنه سرنگون میکنن دیکتاتور رو، یا میکشنش و دستگیرش میکنن یا هرچی، و قدرت رو میگیرن. و آخرین روش که اتفاقا شاید خیلی مطلوب آقای جین شارپ هم باشه از تئوریسین های مقاومت مدنی، در کتاباش هم به این شکل در واقع بیشتر دوست داره اتفاق بیفته، این است که مردم ماشین و حکومت رو در هم میشکنن، میپاشوننش از هم، به زیر میکشنش. و یعنی چه؟ یعنی دستگاه های مختلف رو داغون میکنن، همونی که اصطلاحا شما گفتید میپاشه از هم حکومت، متأ اتوماتیک که نمیپاشه، با مقاومت مردم، اعتراضات مردم، اعتصابات مردم، ریزش از حکومت، به یه جایی میرسه که در واقع حکومت از هم وا میره و یه دوره هم حتما آشفتگی پیدا میشه، ولی مخالفین این قدرت رو حالا اگر داشته باشن میتونن دستشون بگیرن و نظام نوینی رو برپا کنن. حالا این این شیوه ها رو شنیدیم و بیاین اینها رو پیاده کنیم روی حکومت کنونی. بله خواهش میکنم بفرمید. بله ببینید، در عمل هم به نظر من اتفاقی که میفته این است که خیلی اوقات ممکنه از یک جای شروع کنی، یه دونه، دو تا یا حتی سه تا از این روش ها پی در پی اتفاق بیفته. مثلا میگم مبارزات مردم برسونه به یه جایی که حکومت چاره‌ای نداشته باشه، حاضر باشه صحبت کنه، ولی در همین حال که دیکتاتور آماده میشه صحبت کنه، بخش نیروی نظامی کودتا کنه علیهش، مثلا میگم، و بعد چون کودتا میکنن بخش دیگه مخالفت کنه و حکومت به جون همدیگه بیفته و اون فاز جین شارپی بشه، به متلاشی بشه. میخوام بگم الزاماً خط کشی هم بین اینا نیست، گاهی ممکنه به زیر کشیدن دیکتاتوری دو تا سه تا از اینا اتفاق بیفته. ولی شانس این که دموکراسی بیرون بیاد بعد از به زیر کشیدن دیکتاتور از همه بیشتر تو اون اولیه، یعنی این که با صندوق رأی نهایتا دیکتاتور کنار گذاشته بشه. حالا ممکنه در یک رفراندوم تن بده و کنار بره. اما برگردیم به ایران، آیا دیکتاتور ایران آقای خامنه ای که یک دیکتاتور ساده نیست، یک دیکتاتور نظامی معمولی نیست، یک حکومت توتالیتره، یک حکومت تمامیتگراست، یعنی فقط این نیست که بگه حرف حرف منه، حق حرف زدنم نداره، کاری که معمولا دیکتاتورها میکنن، و در سیاست هم دخالت نکنید، برید مثلا هر کار دیگه میخواید بکنید بکنید. یه حکومت توتالیته به همه کار مردم کار داره، به پوشش زنها، به نحوه زندگی، به اتبار رفتار، به روابط خانه، تا پشت در اتاق خواب مردم میخواد حضور داشته باشه و به خوردن و خوابیدن و پوشیدن مردم کار داره. این حکومت توتالیته اگر مدل خانم هانا آرنت رو بپذیریم، که به نظر میرسه در بررسی توتالیتاریزم ایشون شاید بهترین کار رو کرده، این مدلش خیلی اتفاقا به تن ایران میخوره،
یعنی ادواری که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت تمامیتگرای حکومت توتالیتر طی کرده از مدل و منحنی خانم هانا آرنت پیروی میکنه. اگر اون سه مرحله‌ای که خانم آرنت میشموره بگیریم، در واقع جمهوری اسلامی الان در فاز سومه. فاز سومی که بفرمایید سه مرحله چی هست؟ مرحله اول وقتی حکومت‌های توتالیتر معمولاً هم با یک پشتیبانی‌های بزرگ مردمی میان سر کار، مخالفین رو قلقم می‌کنن، در اوج قدرتن، گاهی رهبران کاریزماتیک دارن مثل فاشیستا یا یه حزبی مثلا هست و شؤون رو می‌گیرن دستشون و به شدت هم مخالفین تصفیه می‌کنن با پشتیبانی میلیون‌ها نفر از مردم. فاز دوم بحران ناکارآمدی یواش یواش درشون ظاهر میشه و مردم بخشی مخالف میشن، موافق میشن، به فکر اصلاح میفتن، به فکر بخشای از خود حکومت فکر میکنن میشه اصلاحش کرد، جنبش های اصلاحی شکل میگیره، مثل خروشوف مثلا یا مثل آقای خاتمی در ایران دوره اصلاحات. معمولا این فاز هم اگر بخش به اصطلاح غیر انتخابی و توتالیتر حکومت قوی باشه به شکست میرسه، که هم در شوروی به شکست رسید و دوباره برژنف خروشوف رو کنار گذاشتن، برژنف سر کار اومد و 18 سال دیگه اون قطار زنگ زده رو همون ریلای کهنه راه برد. در ایران هم آقای خامنه‌ای در واقع جلوی جنبش اصلاحات ایستاد و نگذاشت اصلاحات بشه، نه فقط نگذاشت بلکه سرکوب کرد و روزنامه در آوردن، بس حزب و تشکیلات رو تعطیل کرد، جامعه مدنی رو که رشد کرده بود سرکوب کرد. بعدن تا همین امروز الان شاید 22-23 سال میگذره از انتهای دوره آقای خاتمی. از اینجا به بعد در واقع وارد فاز سوم میشیم، فازی که دیگه حکومت آروم آروم مردم که دیگه از اصلاحات هم نتیجه گرفتن مخالف میشن، میره بالای 80%، 90% دیگرشون میخواد این حکومت نباشه. بحران ناکارآمدی حکومت هم تشدید میشه و خود حکومت هم چون عناصر خودش هم ناراضی میشن، ناچار میشه هی این قاعده هرم قدرت رو کوچیکتر کنه برای اینکه از وفاداری مطمئن باشه و هی ریزش میکنه، درون خودش هم تصفیه میکنه و هی به اصطلاح عناصر وفادار میاره. این اتفاقا باعث میشه ناکارآمدتر میشه، برای اینکه اونایی که کارآمدی داشتن اگر ناراضی بودن و گفتن آقا مثلا اینجاش کجه باید اینجوری درست بشه، اونا رو کنار بذاری، هی اینطوری تر میشه. الان جمهوری اسلامی در واقع در این فاز قرار داره. 92-93% مردم در همین انتخابات، به اصطلاح انتخابات پارلمانی 11 اسفند 1402 دیده شد، بالای عدد واقعی نیست که 93% مردم رأی ندادن، نه فقط رأی ندادن، اومدن بایکوت کردن و تو خونهشون هم نشستن، یعنی یک اکت هم کردن و نشون دادن که نمیخوان، حاضر نیستن حتی برن تو خیابون، مبادا حکومت سوء استفاده کنه که بگه که حوزه ها مثلا شلوغ بود، مردم اومدن و تقلبی که بخواد بکنه رو موجه کنه. بنابراین اکثریت مطلق مردم حکومت رو نمیخوان. اتفاقا در این مرحله حکومت نمیتونه هم دیگه اصلاح کنه، برای اینکه همچی که کمی اخمش رو واکنه، شل کنه، بخواد اصلاح کنه، با حضور اکثریت مردم در مخالفتش سرنگون میشه. نمیتونه، به هم دلیل ناچاره هی چنگ و دندون نشون بده، حالا به بهانه حجاب، به بهانه حمله خارجی داخلی، هی باید که سرکوب کنه، برای اینکه ترس مردم اگر زایل شه وقتی اکثریت مطلق ایستادن راحت میکشنش پایین و قاعده هرم قدرت هم هی باید کوچکتر کنه، یعنی باید مثلا رئیسی رو بذاره خامنه‌ای رئیس دولت که لخوچی جیب خودشه دیگه 12 سال شاگرد درس خارجش بوده، ببخشید اینطور میگم یک ابله به تموم معنیه و یه خاصیت داره فقط، به خامنه‌ای میگه بله قربان هر چی بگه بگه چشم، و کابینش هم همه در واقع امام صادقی هست،
بقول کسی میگه به جای دولت امام زمانی دولت امام صادقی شد. همه فارغ التحصیلی های دانشگاه امام صادق هم که مثل دانشگاه پاتریس لومومبای کمونیست هست، اون تو سعی کردن آدم بسازن برای حکومت خودشون، خودی باشن همه از اول دانشجویی تا انتها، و اتفاقا بسیار هم بی‌سوادن. حالا هر کدومشون رو میبینین، از وزرایی که الان از رئیس بانک مرکزی که گذاشتن تا وزیر دارایی و این و اون، هر کدوم که امام صادقیان حرف که میزن دهن که باز میکنن میدیم به شدت بی‌سوادن هستن. یعنی فارغ التحصیل های این دانشگاه هیچی بلد هم نیستن، یه زبان خارجی هم بلد. بی‌سوادترین دولت واقعا بی‌سوادترین دولت است که ببینید. و پسر خامنه‌ای مجتبی که خواب رهبر شدن هم میبینه 10-12 ساله، یه دفتر مرکز درست کرده، یه حفاظت اطلاعاتی ها هم آورد در روز اول به اسم جوانگرایی و مبارزه با فساد و اینا، یه سری او داره تصفیه میکنه توی سپاه، توی دستگاه اطلاعاتی، توی امام جمعه ها، توی نماینده های ولی فقیه، و کسایی رو میذاره که به خودش وفادار باشن، البته با نظر باباش. و اون کوچیک کردن قاعده هرم قدرت دائما اتفاق میفته و این باعث میشه که هم بعضی عناصری ناراضی میشن و هم این که بحران ناکارآمدی حکومت که دیگه هیچ مشکلی از مشکلات مردم رو نه در حوزه اقتصادی، نه محیط زیست، نه اجتماعی، نه فرهنگی، نه نمیتونه حل کنه تشدید میشه. حالا به اینجاها که میرسیم اجازه بدید وقتی داریم نظام جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، گل بود به سبزه آراسته شد، یک چیز دیگه ای هم اضافه کنیم و اون این است که البته اینم در همه حکومت های توتالیتر اتفاق افتاده و دیکتاتوری ها هم، و اونم فساده. یعنی تکاثر قدرت و تمرکز قدرت، تمرکز ثروت میاره و به خصوص اینکه انحصارات هم اقتصاد رو هم عم داشته باشن بگیرن. الان بیش از نیمی از جی دی پی ایران به نوعی وصل میشه به شخص آقای خامنه‌ای، مستقیم و غیر مستقیم، و از الباقی 50% هم اونی که معروف به خصولتی ها و غیره، مقدار زیادش بالای باز 70-80% از کل اقتصاد ایران دست مردم نیست. مردم حداکثر یه دونه مغازه میتونن داشته باشن، یه خونه، یه کارگاه اگه داشته باشن، کارگاه مثلا 50-100 کارگر، بزرگتر از این بشن میرن سراغشون این باندای فساد. و واقع به گفته وزارت اطلاعات 140 تا باند مافیایی اقتصادی، مافیایی برای اینکه روش های مافیایی هم دارن، تقریبا تمام اقتصاد ایران در کنترلشون، و اینها کسایی هم که سر هر کدوم این باند هم یا آلکاپون نشسته، که یا این آلکاپونه نظامی اصلا از تو سپاه در اومده و اون یارگیری کرده و 4 تا پولدار و بهشون رانتی خورونده و اینا، مثل قالیباف مثلا، مثل شمخانی، اینا آلکاپون درشتا هم هستن، مثل صادق محسودی، یا راندخورا و پولارا و فاسدایی هستن که حالا یه روزی مثلا تو وزارت اطلاعات بوده یا وزارت صنعت بوده یا جایی، اون از این نظامی هم یار کشیده. ولی به هر حال میخوام بگم هر کدوم از این باندای مافیایی اقتصادی که الان در کشور داریم، یه ده اسلحه به دست و هفتیرکش هم دوربرشون هستن. حالا این باندا رس هر کدوم یار کپونه، برای اینکه منافعشون رو حفظ کنن دستبندیشون که بکنین به نوعی به 10-15-20 تا آلکاپون اصلی کشور هم وصلن. بزرگترینش شخص خامنه ای، برای اینکه بیشترین مقدار اقتصاد ایران رو در دستش گرفته. ولی بعد از اون عرض کردم مثل شمخانی، مثل محسنی اژه‌ای، مثل قالیباف، مثل خانواده لاریجانی ها، اینایی که میشناسیم، یه تعدادی رو ما نمیشناسیم، اینا گنده هایی هستن که این کوچیکترها بخوان زندگی کنن یه جوری به اینا وصل میشن. و این فساد الان در نظام جمهوری اسلامی باز بنا به مطالعاتی که تو دنیا شده، مثلا سایت به خصوص در آمریکا، فساد خودش 3 مرحله رد میکنه. مرحله اول که شروع میشه زمینه های فساد مثل
رانت و چند نرخی ارز و دولت سالاری در اقتصاد و اینها، دوزیای یواشکی یه فاصله پیدا میشه میگیرنش. مرحله دوم، دهه اول انقلاب این شکلی بود، مرحله دوم این باندهای فساد سیستماتیک میشن، همدیگر پیدا میکنن، به هم نون قرض میدن، تو وزارت خونه ها شبکه درست میکنن. دوره هاشمی شروع شد، تمام دوره خاتمی هم ادامه پیدا کرد و آروم 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 ریشه دون این شبکه های فساد. مرحله سوم این شبکه های فساد میان دیگه صندلی های قدرت رو تسخیر میکنن، دیگه نمیذارن قدرت بدون نظرشون به تقسیم بشه، وزیر، وکیل، رئیس دولت، رئیس جمهور، صندلی های مجلس. از دوره احمدی نژاد این شروع شد، تمام سیستم های نظارتی کشور هم به هم زدن، بانکار هم دست بردن تو سیستم هاش، چون پول تو بانک پول مردمه، ولی خب پولشو میخواستن این شبکه‌های فساد. مدیرای بانک‌ها تا باشگاه‌های ورزشی تا بیان، شما همین به اصطلاح انتخابات اخیر به مردم که نیومدن، ولی دیدیم سر صندلی‌های مجلس چجوری مثلا دو تا سردار میلیاردی محصولی این ور قالیباف اون ور و دو سه جای دیگه چجوری رقابت کردن صندلی‌ها رو بگیره، همزم ادامه داره. یا خبرگان مثلا زاویه هم نگاه کنید، در واقع در مرحله سوم فساده و این ساختار، ساختار مافیایی اقتصادی یک کنسرسیوم مافیا هاست. عرضم الان تمام میکنم آقای امیر. یک بیرون از ایران، یعنی اون شش تا گروه تروریستی که قاسم سلیمانی روزگار میگفت ما درست کردیم، شش ارتش و اینا، ارتش بیشتر از این شده الان. این گروه های نیابتی از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله بگیرید تا هشت و شبیه عراق و سوریه و حوثی‌های یمن و غیره، اینا به خصوص حزب الله لبنان بزرگترین و مهمترین نشونه. یک سری کارایی هم دارن با نیرو قدس سپاه و بخش اطلاعات سپاه که تولید کاپتاگون معروف به قرص جهادی، یعنی ماده مخدری که آمفتامین و غیره، تولید هروئین، فاحش خونداری، قمار خونداری، همکاری با کارتلای روسیه بزرگ و تروریسم. یه پاشون هم معمولا تو ترکیه است، مثلا قمارخونه های آنلاین ایران تو ترکیه ثبت شده، رو زمین هم قمارخونه دارن در قبرس و مکاو و غیره. اینا از کابل تا کاراکاس یه شبکه کشیدن. حالا نه فقط تو منطقه مبدع کارهای مافیایی اقتصادی، سالی 7-8 میلیارد دلار از این محل فقط درآمد داره مثلا حزب الله لبنان، بلکه اینا داخل ایران هم نفوذ پیدا کردن، یعنی همدست دارن داخل. به این دلیل اصلا ساده نیست پیرو بحث جلسه قبلمون صبح خامنه‌ای عرضه بکنه یا جرأت بکنه بگه که اصلا من سیاست محو اسرائیل گذاشتم کنار، بنابراین دیگه این گروه های مافیایی یا تروریستی منطقه بلا موضوع برمیگردیم و تموم شد دیگه کمکم. اونا الان داخل ایران دست پیدا کردن، همدست دارن، تو سپاه دارن، توی بیت رهبری دارن. و روسا رو هم فراموش نکنیم، چون شاید شبیه ترین حکومت به حکومت فعلی ایران حکومت آقای پوتین باشه. البته وضع ایران بدتر از حکومت پوتین هم هست، کارتلای جنایتکارانه ای که هستن و اولیگارشی که روسیه است مشابهش ایران است، ولی افسار گسیخته تر و فاسد تر و به هم ریخته تر. این ساخت آیا منظور شما این است که اگر حکومت در آستانه پرتگاه قرار بگیره، حزب الله و گروه های نیابتی دیگه می آیند به کمکش؟ فکر نمی کنم. یه روزگاری قاسم سلیمانی این وعده رو به خامنه‌ای داده بود که من تا 60,000 نیرو میارم. در آبان 98 این کار رو کرد، نمیدونم چند هزار تا آورد، ولی مردم ما رو چکمه نجس بیگانه رو گذاشت روی خاک پاک ایران و در جنوب ایران، در باغشهر به خصوص و جنوب خوزستان. این هشت شهری عراق بود که مردم به رگبار بستن و چون داخل ایران مشکل پیدا کرده بودن نیروهای سرکوب خودشون که هموطناشون اونجور بکشن و کشتن، نزدیک به روایتی رویتر 1500 تا، ولی به روایت تا 4000 نفر رو در
4 روز زدن کشتن، قتل عام کردن. ولی من شک دارم آقای قاآنی یا هر که دیگه در نیرو قدس باشه بتونه اگر مردم اعتراضات کردن وردر بیاره. البته حزب الله لبنان استثناست، برای اینکه بسیار بهشون نزدیکه. حزب الله در واقع خود جمهوری اسلامیه، خود سپاهه و شاید از اونا بتونن بیارن. ولی آقای امین، ما ایرانی ها طی 2500 سال تاریخ شناخته شدمون و بلکه 4000 5000 سال کل تاریخ که داشتیم، شاید یه خصیصه مشترکی در ادوار تاریخیمون بوده. ما به شدت ضد خارجی هم بودیم، یعنی خارجی اگر خواسته پاشو بذاره تعیین تکلیفی بکنه، اشغال کنه کشور ما رو. بارها کشور ما سر تا پا اشغال شده، از یونانی ها تا مغول ها تا تیمور تا، و به شدت ایرانی ها اکثر عمل نشوند. اتفاقا میخوام بگم اگر زمانی اعتراضات شدت بگیره بخواد خارجی بیاره برای سرکوب، احتمالا آتش خشم مردم شده برتر میشه و قلم پاشون خورد میکنن. این چیزی بود که به چینیام اخطار کردیم ما که آقا فکر کردی بیای حکومت ضعیف گیر آوردی، باش قرارداد ببندی، بندرها رو بگیری و 5000 چینی بیاری. ایرانیا اگر دیدی این آدمات رو گرفتن کشتن اینا، تعجب نکن. ما اینجورام نیست خیلی یه حکومت بتونه خصائص هزاران ساله ایرانیا رو عوض کنه. چینی هم حساب کار دستشون اومده. به هر حال میخوام بگم که این اتفاق، حالا برگردیم به اون سوال شما، مردم چجوری از دست اینا خلاص بشن، کدوم روش، اولا چه هدفی رو از بین اون 6 روش بذارن که ممکنه در عمل اتفاق، ثانیا چه متدی رو انتخاب کنن که از شر این حکومت خلاص شن. به نظر من منطقی ترین بهترین راه حل این مقاومت مدنی به معنی سیویل رزیستنس، به معنی اینکه مردم باور کنن قدرت خودشون رو. به قول گاندی میگفت اگر 450 میلیون هندی نخوان 150,000 تا انگلیسی بهشون حکومت کنه، امکان نداره بتونن حکومت کنن. قدرت مردم، مردم برسن به این باور که اصل قدرت از اونا در میاد، نه از اسلحه 4 تا پاسدار. اگر نخوان این حکومت بهشون حکومت کنه، هیچ حکومتی نمیتونه، از اینا 10 براتب گردن کلفترش هم نمیتونه و سرنگون میشه. چه جوری؟ 3 ستون داره مقاومت مدنی. این 3 ستون باید با هم حرکت کنه، یکیش کافی نیست. ستون اول ستون اعتراضاته. اعتراضات شناخته شده ترین روشش اعتراض خیابانیه، استریت پروتسته. البته روش های دیگه هم داره، 10 روش دیگه هم در اعتراض، از امضای نامه میشه گرفت تا دیوار نویسی، کف نویسی، نمیدونم پشت کردن به تریبون نماز جمعه که کشاورزای اصفهان کردن و استفاده از مراسم میکنن. 10 روش اعتراضی است. اما هیچ حکومتی تنها با اعتراضات سرنگون نشد، به خصوص حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری های جدید یاد گرفتن اعتراض خیابونی رو جمعش کنن، سرکوب کنن، ولو 500,000 نفر بیان تو خیابون. ستون دوم که باید همزمان با ستون اول حرکت کنه، ستون فلج سازیه، تاکتیک های عدم همکاریه. شناخته شده در این روش اعتصابه. اعتصاب دست از کار بکیر کشیدنه و هر وقت هم اعتصابات برسه به بخشایی که همه کشور رو در بر میگیره، مثل حمل و نقل، مثل انرژی، برق و نفت و گاز و غیره، و مثل بانکداری، اگر سراسری بشه کشور بخواه بزنه. حالا چجوری به اونجا برسه خیلی کار داره، ولی اعتصابات ولی یه روشه. روش های دیگه مثل نپرداختن ها، عرض شود که تحریم ها، بایکوت ها یا نافرمانی های مدنی، مثل کاری که زن ها الان میکنن، یه قانون ها عمدن زیر پا میذارن، پشت کردن ها. در واقع در این اولی در اعتراضات مردم کاری که حکومت نمیخواد شما بکنی میکنن،
دلش نمیخواد شما برید خیابون اعتراض کنید ولی میکنی. در دومی کاری که حکومت دلش میخواد شما بکنی رو نمیکنه. دوست داره خانم ها روسری سرشون کنن، نمیکنه، نافرمانی میکنه. دوست داره برن مردم سر کارشون، نمیرن، اعتصاب میکنن. دوست داره برن رأی بدن، بایکوت میکنن، نمیکنن. این ستون دومه و باید برسه به اونجایی که حکومت رو فلج میکنه، نمیتونه، مثل همه کشورهایی که اتفاق افتاده. اما یه ستون سومی هم هست که به اندازه هر دو ستون مهمه و بعد اون هم پا به پایین دوتا پیش بره. اونم ستون ریزش از حکومت. و این ریزش، ستونهای نگه دارنده حکومت، ستون فرهنگی، ستون بروکراسی، ستون اداری، ستون دینی، ستون تبلیغی و ستون سرکوبش، نظامیش، امنیتیش، انواع ستونهایی که حکومت رو قدرت شد اینا نگه داشتن پایش رو، اون دیکتاتور رو اون بالا. در مقاومت مدنی برعکس مبارزه مسلحانه که اینا رو بکشی بزنی داغون کنی برسی به نقطه کانونی، با حضور مردم شما این ستونها رو تو مردم حل میکنی، از کارآمد میندازی. کما اینکه الان در ایران تقریبا ستون فرهنگی، پروپاگاندا، ستون دینی، ستون بروکراسی، اینا از کارآمدی افتاده، تو مردم حل شده. یک ستون مونده این حکومت سر پا نگه داشته، اونم ستون سرکوبش، ماشین سرکوب. یک پرسش و مشکل رو مطرح میکنم، در واقع دوتا، که من اگر برم اسلام با من میره و من اگه بخوام برم کجا برم؟ و این دو پرسش رو هم میخوام که با شما در میان بگذارم و اجازه بدید که اینجا خداحافظی بکنیم و در فرصت دیگری از سخنان عمیق و پر محتوای شما لذت ببریم و راه آینده ایران رو مشخص بکنیم، مسیر نجات ایران. سپاسگزارم ازتون. ممنون از دعوتتون.